بدون شک شما هم نام بختک رو شنیدید. حتی برخی افراد در جمع از شبهایی روایت میکنن که بختک به اونها حمله کرده و قصد خفه کردنشون رو داشته. این افراد معمولا وقتی از این موجود خیالی حرف میزنن میگن بختک روی سینه‌شون نشسته بود و تمام بدنشون رو فلج کرده بود. بسیاری این پدیده رو به علوم ماورایی نسبت میدن و برخی هم عواملی چون پرخوری رو در اون دخیل میدونن. در ادامه قصد داریم پدیده‌ای به نام بختک یا فلج حین خواب رو از دیدگاه علمی مورد بررسی قرار بدیم. سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری‌های داخلی جراحی. به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. واقعیت اینه که پشت این افسانه ها و باورهای عامیانه درباره این موجود تخیلی واقعیتی علمی نهفته است. ناتوانایی و قفل شدن بدن انسان در خواب به فلج خواب شناخته شده. فرد در این حالت با از دست دادن کنترل عضلانی خودش که بهش میگن آتونی، با اینکه احساس بیداری میکنه اما در حرکت دادن عضلات خودش ناتوانه و در خواب نسبت به این موضوع آگاهی هم داره. فرد زمانی دچار فلج خواب میشه که در خواب نتونه حرکت کنه و عضلاتش با اون همراهی نکنن. ناتوانی در حرکت کردن حین خواب باعث میشه که احساس ترس و نگرانی بکنه. اگه شخصی در روز به طور ناگهانی از حال بره و به خواب ناگهانی فرو بره، در شب هم دچار ناتوانی در حرکت دادن عضلات بشه و همچنین اگر دچار توهم شنوایی در شروع و پایان خوابش بشه، مبتلا به عارضه فلج خوابه و این عوامل از مهمترین علائم این بیماری هستن. معمولا کسانی که دچار فلج خواب میشن به صورت ژنتیکی از دیگر اعضای خانوادهشون به ارث بردن. اگر فردی در بین اعضای خانواده یا فامیل درجه یک شما به مشکل فلج خواب دچار باشه، احتمال اون که شما هم به این مشکل دچار بشید خیلی بیشتره. حتی افرادی که دچار فلج خواب میشن ممکنه در طول روز همون رو تجربه کنن و صرفا مختص شبها نیست. در این حالت شخص بدون اینکه میل به خوابیدن داشته باشه ناچار میشه در روز چرت بزنه و فلج خواب براش اتفاق میفته. فلج خواب یا بختک معمولا باعث میشه خواب منقطعی داشته باشید و کیفیت خوابتون بیاد پایین. بنابراین روی عملکرد روزانه هم تأثیرات منفی میذاره. در این حالت درمان فرد مبتلا باید جدی پیگیری بشه. این موضوع خیلی ربطی به دوران بلوغ نداره و اختلالات خواب و سایر مشکلات خواب فلج خواب رو تشدید میکنه. همچنین طول دوره هر حمله میتونه از چند ثانیه تا حدود 30 دقیقه باشه. برخی هم بروز فلج خواب رو با دیدن کابوس مرتبط میدونن، اما در واقع چون فرد نمیتونه واکنش عضلانی داشته باشه و صداش در نمیاد، احساس ترس و ناتوانی میکنه، پس لزوماً همراه با کابوس نیست. در برخی موارد افراد مبتلا دچار توهم شنوایی میشن و گمان میکنن که کسی موقع خواب رفتن یا موقعی که بیدار میشن با اونها حرف میزنه، که بسیار آزاردهنده است. یا گمان میکنن کسی روی سینه‌شون نشسته و احساس منفعل بودن و اینکه کاری ازشون بر نمیاد آزارشون میده. این توهم ادراک حضور فرد دیگه روی قفسه سینه‌شون یا در اتاق و توهم این که فرد خودش رو از بالا در تخت خواب میبینه، در عین احساس ناتوانی در حرکت کردن براشون همراه با ترس فراوونه. توهماتی که در بختک داریم به سه دسته تقسیم میشه. ممکنه یکی از اینها برای شما اتفاق افتاده باشه. اولیش توهمات مزاحمه که شامل ادراک حضور فردی خطرناک یا حضور چیزی توی اتاقه. دومیش توهمات فشار قفسه سینه که به اون توهم اینکوبوس هم گفته میشه. در این حالت فرد احساس میکنه فردی روی سینش فشار وارد میکنه و به اون اجازه حرکت دادن نمیده. و دسته سوم توهمات، توهمات وستیبولار حرکتی هست. توی این حالت فرد احساس میکنه روح از بدنش خارج شده یا در حال پرواز کردنه. مثلا فرد میگه احساس کردم که از بالا خودم رو دارم روی تخت میبینم که در حال خواب هستم.
این تجربیات همراه با احساس ناتوانی در حرکت کردن خیلی آزاردهنده است و به همین دلیل در 90% افراد تجربه فلج خواب با ترس زیاد همراه میشه. فلج خواب برای اکثر افراد مشکل جدی ایجاد نمی کنه. این بیماری به عنوان یک بیماری خشکیم طبقه بندی میشه و معمولا اونقدر اتفاق نمیفته که مشکلات سلامتی قابل توجه ایجاد کنه و اکثر افراد هم وقتی متوجه میشن که مشکلشون یه اختلال شناخته شده بدون عوارض جانبی خیالشون آسوده تر میشه و شاید حملات فلج خواب براشون کمتر اتفاق بیفته. برخی از افراد به دلیل ناشناخته بودن مشکلشون دچار شرمندگی یا ترس از دیوانه شدن میشن و سعی میکنن مشکلشون رو با کسی در میون نذارن. با این حال تخمین زده میشه که 10% از افراد دوره های مکرر یا آزاردهنده زیادی رو تجربه میکنن که باعث میشه برای خوابیدن دچار مشکل بشن. من خودم با یک فردی برخورد کردم که میگفت در روز شاید 7-8 بار این اتفاق براش میفته. برخی از افراد مبتلا به بختک از خوابیدن میترسن و برخی از تنهایی خوابیدن میترسن. علت دقیق فلج خواب کاملا مشخص نیست. هنوز درمان دقیق و مشخصی هم برای اون ایجاد نشده. اولین قدم در درمان بختک یا فلج خواب صحبت با روانشناس به منظور شناسایی و رسیدگی به مشکلات زمینه دخیل در شدت یا فراوانی این اپیزود هاست. به عنوان مثال این فرایند میتونه درمان نارکولپسی یا اقداماتی برای مدیریت بهتر آپنه خواب رو شامل بشه. نارکولپسی به معنی یه هوی به خواب رفتنه و آپنه خواب هم یعنی که در خواب شما به صورت ناخودآگاه نفستون قطع میشه برای چند ثانیه. چون فلج خواب با مشکلات عمومی خواب در ارتباطه، پس بهبود بهداشت خواب یه روش رایج در پیشگیری از فلج خوابه. بهداشت خواب به محیط اتاق خواب و عادات روزانه فرد اشاره داره که در کیفیت خوابش موثره. در ادامه نمونه هایی از نکات خواب سالم که میتونه به بهداشت خواب بهتر و استراحت شبانه پایدار کمک کنه بهتون میگم. هر روز برای خوابیدن و بیدار شدن به ویژه در آخر هفته ها از برنامه زمانی یکسانی پیروی کنید. داشتن یه برنامه روتین قبل از خواب به حفظ آرامش و آسایش شما کمک میکنه. این که مثلا مسواک بزنید یا حالا یه کتابی بخونید، اینا روتین ایجاد میکنه که آرامش بیشتر شما رو فراهم میکنه. تخت خودتون رو متناسب با نیازتون به بهترین تشک و بالش مجهز کنید. نفوذ نور یا سر و صدا به اتاقتون رو محدود کنید. کاهش مصرف الکل و کافئین به خصوص در هنگام عصر توصیه میشه. حداقل نیم ساعت قبل از خواب وسایل الکترونیکی مثل تلفن همراه رو کنار بذارید و یادتون باشه بهبود بهداشت خواب اغلب بخشی از فرایند درمان شناختی رفتاری برای بیخوابیه. درمان روان پریشی هم میتونه به بهبود کیفیت خواب و در نهایت درمان بختک کمک کنه، به خصوص اگر بختک ها شامل الگوی مشخص باشن. بعضی از داروها برای سرکوب خواب رم مناسبن و شاید به رفع فلج خواب کمک کنن که روان پزشکان در این زمینه میتونن داروهای مورد نیاز رو براتون تجویز کنن. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید، شخصا پاسخ میدم. یا حق.